هفت کاری که اگر فقط به مدت چند دقیقه در یک بازه زمانی کوتاه مدت انجامشون بدین میتونه زندگیتون رو به طرز شگفت انگیزی و به طرز عجیبی عوض بکنه. سلام من میسا هستم و خوش اومدین به یک ویدیو انگیزشی دیگه که توی این ویدیو من میخوام بهتون یه سری تکنیک هایی رو یاد بدم در واقع هفت تکنیکی رو بهتون یاد بدم که اگر واقعا این تکنیک ها رو تو زندگیتون هر روز انجام بدین میتونه تاثیر بسزایی توی زندگیتون داشته باشه چه از لحاظ یک انسان زندگی شخصیتون چه توی زندگی کاریتون و یا هر کار دیگه ای که دارین انجام دین کلا میتونه کیفیت زندگیتون به طرز عجیب و غریبی بالا ببره کسایی که اهل مطالعه هستن و راجع به ادیان مختلف ممکنه تحقیق بکنن یا علاقه داشته باشن مطالعه مطمئنم که این تکنیک ها به گوششون آشنا میاد چرا که این تکنیک ها تکنیک های آیین بودا هستش ولی من می‌خوام اینا رو بهتون یاد بدم چرا که من فکر می کنم به اینکه بودایی هستین هستین مسیحی هستین یا هر دینی دارین نداره و ربط به این داره که من میسا من به عنوان یک انسان چجوری میتونم هم خودم رو بهتر بکنم هم با رفتار خودم محیط اطراف و یک محیطی بکنم که نه تنها خودم توش باشم و لذت ببرم بلکه بقیه هم از اون انرژی که من دارم از خودم ساته میکنم لذت ببرم کسایی که منو برای مدت طولانی هستش دنبال میکنن میدونن که من چقدر روی انتخاب واژگانی که در رابطه با خودتون و آدمای اطرافتون استفاده میکنین و حتی فکری که از ذهنتون میگذره همیشه تاکید میکنم و بهتون میگم بچه‌ها سعی کنین همیشه به خودتون انرژی مثبت بدین حتی وقتی که حرف نمیزنی و فقط تو فکرتونه و همیشه میگم چقدر مهم هستش که واجه هایی که انتخاب میکنین چه در رابطه با خودتون وصف خودتون چه دیگران میتونه هم خودتون رو تغییر بده هم حال اون آدمایی که اطرافتون هستش رو بهتر یا بدتر بکنه برای اینکه یک مثال بهتون بزنم بچا این گلی که این پشت میبینین این اسمش هم نمیدونم چیه یه دو سه ماهی میشه خریدمش این گیاه من پیروز که من جمعه صبح که داشتم میرفتم سر کار اخا پاشو شدم دم کاملا افتاده یعنی این ساقش کامل چپ شده بود و اصلا بی جون شده بود رفتم خاکش رو چک خاکش خیلی خشکه و من همیشه مثلا کیسه خاک خیلی خوب دارم که تو بالکن نگه میدارم صبح پاشو شدم سری رفتم تو بالکن خاکش رو در و همونطوری که داشتم خاکش رو اون خاک قدیمیش رو از تو ریشه هاش خالی می کردم، برایش خیلی ها که به این چیزا اعتقاد ندارم ممکنه رفتار من یا حرفای من خیلی بی باشه ولی من کاملا به این موضوع میگم ایمان دارم واسه همینه هم محالتی که داشتم ریشه هاش رو تمیز میکردم شروع کردم باش حرف زدن که قرمه ازشم گوشم خورشید خانم چون وسطش زرده بهش بودم خورشید خانم من قربونت برم چرا حالت بده چرا اینجوری شدی من به درستگی نکردم من یادم رفت آب بدم معذرت میخوام تو خوشگلی ببینین این... این چیزا تأثیر داره بچه ها یادم کوچیک که بودیم تو مدرسه که بودیم معلم فیزیکمون اومد بهمون یه ویدیو نشون داد که مطمئنم خیلی وایرال شده بود اون موقع خیلی دیدین که تاثیر واژه ها رو مولکول آب نشون میداد و این واقعا دارم بهتون میگم از لحاظ علمی ثابت شده دروغ نیست و من شروع کردم با این گیاه صحبت کردن قربون صدقش رفتن خاکش رو عوض کردم بهش آب دادم من اون روز از خونه کار نمیکردم، رفتم سر کار برگشتم تقریبا ساعت 5:30 بود به خدا دارم بهتون میگم اومدم خونه دیدم تمام برگاش همینقدر صف شده وای ساده و اصلا ساقه ای که صبح اینجوری خموده بود الان کاملا صاف شده وای ساده و گلش هم از اون حالت پجموردگی در اومده یعنی میخوام بهتون بگم بچه ها واجه هایی که ما انتخاب میکنیم وقتی روی گیاه تاثیر میذاره روی آدم ها و از هر مهمتر خودتون تاثیر میذاره پس تکنیک اولی که میخوام بهتون بگم این هستش که سعی کنین که واژه هایی رو انتخاب بکنین که در وحله اول خودتون رو خوشحال بکنه شادی به زندگیتون بیاره و بعدش بقیه همکاراتون دوستانتون همسرتون یا هر کسی که تو فضای اطرافتون باهاش سر کار دارین آن day to day basis هر روز باهاشون در ارتباط هستین باشه من این چیزهایی که اینجا نوشتم فقط برای این هستش که اون نکاتی که میخوام بهتون بگم یادم نره سعی کنیم که واجه هایی که انتخاب می کنیم کاملا آگاهانه باشه از واجه, های، واجه هایی که به خودم احساس بد بده من, من کافی خوب نیستم من ضعیفم من هرچی زبان می خونم پیشرفت نمی کنم من تو بدترین شرایط دارم زندگی می کنم من شرایط کارم رو دوست ندارم من هم کارم رو دوست ندارم وای خونم چرا کوچیکه وای چرا قیافم این شکلیه چرا دماغم یه ذره کوچیک‌تر نیست چرا هیکلم یه لاغرتر نیست وای من چقدر زشتم وای ناخونام چقدر بده وای اون آقای چقدر رو مخمه بچه تمام اینا از هم اول از همه داره به خودتون احساس بد میده و اگه احساس بدی داشته باشین نه تنها اون روزتون بلکه یک تایم طولانی تو حالت بد میمونین و اصلا نمیتونین ازش خارج بشین پس سعی کنین حتما حتما بچه واژه های خوب انتخاب کنین واژه های پر انرژی انتخاب بکنین هر چه واژه هاتون باشه هارمونی قشنگتری به زندگیتون میاد مثل موسیقی که میشینین به دلتون میشینه دقیقا وقتی یکی میبینتتون اون انرژی خوب دستتون میگیره یه لبخندی رو لبتون باشه یه حرف قشنگی بهش بزنی حالش رو خوب میکنه یه خانمی هستش که مدت خیلی طولانیه که من باشگاه خونه میرم میاد یه ذره خب مثلا لاغر نیستش و یک مقدار اضافه وزنه ولی به صورت مستمر داره میاد باشه من چند وقت پیشا دیدمش و بهش گفتم که ببین من واقعا به تو افتخار میکنم چون من تقریبا نه یک سال نمی دارم. اینجا زندگی میکنم و از وقتی که باشقا باز دارم میام اینجا و تو رو هر روز دارم میبینم فقط خواستم بهت بگم که به افتخار میکنم واقعا به من انگیزه میدی و خیلی تغییر کردی باورتون نمیشه دیدین کارتونا وقتی با یکی مثلا یکی یه چیزی میبینه خوشش میاد چشش اینجوری گیگیلی میشه قشنگ چشش اونجوری شده بود برق زد چشش و ببینید این حال خوب که من به اون آدم دادم هم حال خودم رو خوب کرد هم مطمئنم اون رفته خونه این حال خوبش رو با بقیه شریک شده آره تو باشگاه راستی یکی اینو بهم گفت و انگیزش بیشتر میشه برای اینکه هر روز بیاد و حتی شاید اون ام ام انرژی که داره میذاره رو کاری که داره انجام داره بیشتر بکنه پس خواهش میکنم که واژگان و کلماتی رو انتخاب بکنی من میخوام مثلا اینجوری بستش بدم حتی فکرایی بیاد تو ذهنتون که باعث خوشحالیتون باشه و باعث بشه حالتون خوب بشه تا جایی که میتونین از واجه های منفی دوری کنین از افکار منفی دوری کنین چرا که من توی یه تایمی تو اون حالت بودم ما شما هم در جریانش هستین یه تایمی که یک سال من محتوا تولید نمی کردم و نمیتونم بهتون بگم چقدر افکار منفی من حال من رو خراب کرده بود و از یه طرف هم وقتی که شما این همیشه خوب صحبت میکنین واجه های قشنگ انتخاب میکنین یه جوری میشه انگار اطرافیات میگن آه میسا همونیه که همش انرژی مثبت میده ها چه خوب همیشه مالش خوب آه ما هم, ما هم اینجوری باشیم ما هم مثل اون باشیم ما هم اینجوری حرف بزنیم و واقعا تو میشی یه الگو برای بقیه که بقیه هم بتونن حال خوب تری داشته باشن و این دقیقا ریپل افکت داره یعنی دیدی یه سنگ آب اینجوری آب پخش میشه دقیقا هم یعنی شما انرژی که میدین انرژی ساطع میشه میرسه به همه و حال همه رو در نهایت خوب میکنین پس سعی کنین از واژگانی انتخاب... واجگانی رو انتخاب بکنین که حال خودتون و حال اطرافیانتون رو خوب بکنه و سعی کنین هر روز این کار رو بکنین اگر یهو توی شرطی بودین که یکی رفت رو اصابتون خواستین یه حرف بدی بزنین یه نفس عمیق میکشین اول به اون واژه‌ای که میخوایم بگین فکر کن، آیا این حرف رو هم بذارم در خور اون آدم هست هر چه قدم که اصابم خور کرده باشه نه نمیزنم چون اول از همه حال خودم بد میکنه بعد حال اونو دقیقا مثل حالتیه که تو دعواهای های حرفایی رو میزنیم بعدش مثل چی پشیمون میشیم این کار رو نکنیم پس حتما واجه ها رو مناسب انتخاب بکنیم این تکنیک اول تکنیک دوم بچه ها دوباره تکنیکی هستش که من همیشه بهتون میگم سعی کنین هر روز یه کار کوچیک انجام بدین که از اون دایره امنیت و راحتیتون از اون محیط راحتیتون بیاین بیرون یا به قرار معروف از کامفرت زونتون بیاین بیرون هر جا که من یه رئیسی دارم که خیلی هم واقعا به عنوان یک رول مدل برای من هستش و من باش مستقیم کار میکنم همیشه بهم میگه هر جا احساس کردی که راحتی با چیزی اون نقطه بترس یعنی به خصوص توی شرایط کارید و شرایط زندگی اگه احساس کردی من با این کار دیگه راحت هم دیگه چالشی نداره صبح به صبح پا میشم میرم سر کار یه پولی هم میاد تو سفره حالا هم چین حالا چیزی مالی نیستن راحت هم دیگه بلدم سیستم جدید نمیخواد یاد بگیرم زبان جدید نمیخوام یاد بگیرم مهاجرت کردم دارم توی شرکت ایرانی کار میکنم لازم ندارم زبان یاد بگیرم که چی چیکار والمارت هم که پر ایرانیه اونورم که پر ایرانیه راحت اینجا باید بترسین چون خیلی راحت شدین چون شما به عنوان یه آدم پر از پتانسیل هستین و اگر که از محیط امنیتتون از اون دایره امنیتتون بیرون نیاین بچه ها نمیتونین کشف بکنین چه پتانسیلهایی دارین واقعا تا یه چیزهای جدیدی رو تجربه نکنین نمیتونین بفهمین چه پتانسیلی دارین ببین حالا مثلا من اگه بخوام اینجا برای شما با رسم شکل توضیح بدم این شمایی این. خب این تو خب این تو این دایره هه که نقاشی من خیلی زشته کارت دوستاتن زندگی ایته علایقی که داره غذاهایی که میخوری همه این توه خب من اگر که نیام یه غذای جدیدیه مثلا غذای ژاپنی یا دارم به عنوان مثال ساده امتحان نکنم نمیدونم که دوستش دارم یا نه من اگه توی این محیط کار من اگه یه نتورک جدید نزنم خارج از این دا دایره یه آدم جدیدی رو نبینم نمیتونم بفهمم که آقا این آدم میتونه تو زندگی حرفه من تاثیر گذار باشه من اگه تو سمینارهای مختلف نرم نمیتونم آدمای جدید رو ببینم بعد وقت اون آدما ممکنه شرایط کاری بهتری رو در آینده واسه من رقم بزنن یا باعث بشن من به چیزایی که میخوام برسن. خب من اگه تو این دایره فقط با آدمای این تو باشم من چجوری میتونم آدم های جدید رو بشناسم من اگه یه ورزش جدیدی رو امتحان نکنم من کجا بدونم ورزش رو دوست دارم یا نه شاید اون استعدادش تومه ولی هیچ وقت شکفته نشده میگن استعدادهای ناشکفته همینه دیگه مثلا ما تو ایران به خصوص خانومامون خیلی از استعداداشون نهفته میمونه چرا که امکان اینکه بخوان شکوفاش بکنن ندارن خب پس سعی کنید از اون نقطه امنیتتون بیان بیرون از اون دایره امنیتتون بیان بیرون و کارهای جدید چیز جدید رو امتحان کنید و اصلا لازم نیستش که خودتون رو اوورولمد بکنی یا خودتون رو خسته بکنی با این چیز کوچیک شروع کنی مثلا آقا من مسواک نمیزنم شبا میرم میخوابم چه کاری راحت دندونم هم که نپوسیده آقا الان دندون رو نپوسیده تو 20 سال دیگه دندون رو همش میریزه پس من برام شاید اون اولش مسواک زدن سخت باشه دارم ولی یه قدم دارم از دایره میام بیرون من اصلا شبا کرم نمیزنم به صورتم مثلا بخوابم چی کاری جوونم هنوز آقا الان 20 سالت پوستت خوشگله دو روز دیگه 35 40 سالت بشه پوست چروک میفته پس از الان را شاید شب به شب, شب کرم زدم برات سخت باشه ولی بعد از یه مدت عادت میکنی دقیقا اون ویدیو بود که راجع به عادت ها براتون ساختم و گفتم اولش سخته دقیقا همینه آقا من هر روز میرم باشگاه چهار تا دونه دنبل میزنم سه ساله دارم همین دنبل رو میزنم آقا چه کاری ورزش دارم میکنم دیگه اکتیو بودنش مهمه آقا تو اگر که یه دنبال سنگین تر نزنی نمیتونی بفهمی که آقا ازاله تو توانایی اینو داره شد توانایی ازاله تو خیلی بیشه از اون دنبلی باشه که داری میزنی پس یه چیزای کوچیک بچه ها میگم از اینکه یه غذای جدیدی رو انتخاب کنیم برای خوردن گرفته تا به اینکه آدمای جدیدی رو بریم ببینیم فقط برای اینکه نتورک کاری قوی تری برای خودتون ایجاد بکنی این میتونه باشه یعنی فکر نکنید الان باید یه قدم سنگین بردارم و اینا نه کوچیکترین چیزهایی که در روز انجام نمیدین و میتونه تاثیر خوبی تو زندگیتون و به خصوص آیندتون داشته باشه و انجامش نمیدین یعنی شما توی اون دایره چیزتون امنیتتون گیر کردین و نمیخوام پیشرفت بکنین و پس چی کار میکنم؟ من میام میرم من توی دی تو دی لایفم دارم چی کار را میکنم؟ یه لیست تولید می درست میکنم خب من یه سری کارهایی که برای بهبود روانی خودم باشه رو انجام نمیدم مثلا مدیتیت نمی کنم مثلا آب بنزه کافی نمی خورم مثلا خیلی قهوه می خب برای من آب خوردن خیلی سخته من اصلا حال و حوصله آب زیاد خوردن خودمو دارم میگم ندارم چیکار بکنم برم یه بطری از این دولیتری ها بگیرم از این نیدارا دیگه همه چه خودم فراهم بکنم که هر روز مجبور کنم خورم. آب رو بخوام اول سخته ولی بعد از یه مدت اگه آب در دستم نباشه اینجوریه که خدا یه چیزی کمه ورزش نمیکنم. ورزش من 20 سال دیگه پوکی استخون می گیرم و از راه هم تحلیل میره سنم زیاد میشه نمی خوام دست کسی دستمو بگیر می میخوام خودم خودم رو راه ببرم میخوام خودم برم خرید بکنم پس ورزش می پس یه لیستی تهیه کنیم و ببینید آقا تو چه چیزایی خیلی راحت شدین چرا هیچ کار واسه خودتون نمی و واسه کنه از اون منطقه امنتون بریم بالا یه جمله که خیلی من دوستش دارم و این خانمی که من هر روز باش ورزش میکنم سیدنی کامینز تو یوتیوب با چندی مارم بهتون معرفی کردم میگه زمانی هستش که مثلا مادری باش ورزش می‌کنی چرا دوستش دارم چون همش داره بهت انگیزه میده وقتی مثلا اون زیر هالتر گیر کردی نمیتونی بیای بالا میگه ببین به این فکر نکن که دیگه نمیتونم به این فکر کن که عضله تو داره فشار میاره به خودش برای قوی تر شدن و بهتر شدن پس بچه ها دیسکامفورت یا ناراحتی یا اون عدم احساس ناراحتی مثل یک کاتالیزور کاتالیزور katalizor, دیگه کاتالیزور میمونه کاتالیزور میمونه که باعث میشه شما بهتر بشین پس عدم راحتی امروز شما باعث پیشرفت شما تو زندگی آیندهتون میشه اوکی عدم راحتی من تو یادگیری زبان خ... آقا نمیخوام روزی سه ساعت درس بخونم ولی باید بخونم چون میخوام مهاجرت کنم میخوام از بهترین دانشگاه کانادا ادمیشن بگیرم من یک سال دو سال براش زحمت میکشم ولی عوضش دیگه میرم راحت میشم به اون هدف بزرگی که میخوام میرسم اوکی پس عدم راحتی عدم راحتی یا همون ناراحتی امروز بچه باعث پیشرفت آیندهتون میشه و همیشه اینو به عنوان یک جمله تو ذهنتون داشته باشه هر جا احساس کردین داره اذیت میشین بگو میسا الان داره بهت فشار میاد الان داره امروز خسته بودی نمیخواستی پاشی ویدیو رو بگیری ذهنت منفی بود فکرت منفی بود ولی با جملات مثبت خودتو مجبور کردی وادار کردی که امروز این ویدیو رو بگیری این ویدیو رو امروز بگیری حال خودتو خوب میکنه و به این فکر کن بعد از اینکه این ویدیو تمام بشه میتونی ریلکس پاتو بندازی روپات فیلمتو ببینی قهبتو بخوری یا غذاتو بخوری اوکی چا تکنیک سوم سعی کنیم هر روز با یک رفتار کوچیک یا اکت of کایندنس زندگی یکی رو بهتر بکنیم من خودم آدمی هستم که به آدم های اطرافم به خصوص کسایی که دوستشون دارم خیلی دقت میکنم از مادر پدرم گرفته تا دوستانم هم. بچه اکت آف کاینس یعنی چی؟ یعنی با آدما دقت کنیم میسا رو حالا منو که خب خیلی هاتون ندیدین منو از نزدیک مثلا شاید با هم نزدیک باشیم ولی از نزدیک منو ندیدین ولی خب خیلی هاتون به خاطر ویدیوهای زیادی که من ساختم شاید خیلی زیادی بهش اشتراک چون من تقریبا همه چیز راجع خودم به اشتراک میذارم باهاتون مثلا مثلا اه من چند وقت دوست سمیم اومد خونم من شمی روشن کردم بوی شکلات و کیک و اینجور چیزا میداد اومد گفتش که وای چقدر این شمع خوشبو از کجا گرفته گفتم از فلانجا و اینا این تو ذهن من موند که آقا این دوست من این شمو دوست داشت سری بعدی که رفته بودم پاسار چشمم به اون مغازه خور رفتم تو مغازه و سعی کردم اون یه دونه شمو و واسه پیدا کنم و به پیدا کردم و بهش مسیج دادم که برات شمو گرفتم این سری ببینم این شمو بهت میدم و انقدر خوشحال شد ببین شاید اون شمه قیمتی نداشت ولی اینکه دل اون شاد شده و خوشحال شده و اون شادی رو بعدا میره با بقیه سعی میشه یا اون آدم شاد میتونه چارت آدم دیگر رو شاد بکنه هم ببین انرژی همه اونا داره به من برمیگرده یعنی اون دوست من بره چهار نفر دیگرم شاد بکنه همه اونا داره به من برمیگرده پس من حال خودم بهتر میشه پس سعی کنین آدمای اطرافتون به خصوص کسایی که دوستشون دارین رو خیلی با دقت مثلا من حرفا خیلی آدمونه مثلا اگه فلان کس با من بگه من از فلان مغازه میخوام فلان چیزو بخرم یادم میمونه اگه در توان مالیم باشه واقعا و اونقدر گرون نباشه میرم سری بعدی از اون مغازه رو برش میخرم به دلیل بی دلیل به دلیل بیدلیلی بهش کادو میدم یا اگه روزا تولدشه میدونم یه چیزی رو دوست داره براشون چیزی که دوست داره رو کادو میخرم خیلی به حرفا دقت میکنم و شما همینطوری سعی کنید آدما رو واقعا بچا آدما هر آدمی واسه خودش ارزش هایی داره سعی کنید ارزش های آدم ها رو بشناسین و طبق ارزش هاشون باشون رفتار بکنین میگم در نهایت همه این حس و حال خوب به خودتون برمیگرده و خب میگم همونطوری هم که همونطوری هم که الان توی همین چند تا جمله اخیر هم گفتم حال خوب اون انگار حال خوب حال تو رو داره خوب میکنه وقتی حالت خوب باشه انگیزت برای زندگی و انجام کار دیگه بهتر میشه مثلا من عاشق قهوه مثلا لاته هستم لاته, زی... لاته دوست دارم مثلا اگه بخوام بیرون قهوه بخورم اکثر لاته میگیرم چون کلا قهوه با شیر رو بیشتر دوست دارم از بین قهوه باشه مثل کپوچینو و لاته لاته رو بیشتر دوست دارم و حالا خب دوستش دارم دیگه توی شرکت قبلیم یه همکاری داشتم خیلی هم دوستش داشتم یه دختر ایتالیایی بود بعضی روزا میومد آفیس کار میکرد هر روزی که میومد واسه خوش قهوه میگره برای من یه دونه لاته میگرفت می, می و میذاش رو میز من خب این قهوه قیمتی نداشت ولی میدونی چه حال من خوب کرد که میدونستم می اون به یاد من بوده تو کافی شاپ برای من خودش ارزش داشت و اون خوبی اون به من که حال منو خوب میکرد باعث میشه من امروز مود خوبی داشته باشم با بقیه خیلی با انرژی صحبت بکنم این چیزاست سعی کنیم به آدم های اطرافتون خوب دقت بکنین و کارهایی رو براشون بکنین که میدونی, میدونی خوب میکنی حتی اگه کار پولی نبود مانیتری ولیو نداره جمله هایی رو بهشون بگین که میدونی مثلا اگه میبینی دوستت دو ماه داره میره باشگاه رژیم میگیره با چقدر چقدر عوض شدی هر روز میری باشگاه دمت گم بابا به منم انگیزه میدی یا وقتی میبینی مثلا شش ماه داره زبان میخونه وای واقعا شش ماه نان داره زبان میخونی من مطمئنم با اون چیزی که میخوای میرسی خیلی بچه ها خیلی دارم بهتون میگم این چیزا تاثیر میذاره زندگیتون بریم سراغ موضوع بعدی من موضوع بعدی رو هم میخوام با رسم شکل چون نقاشیم خیلی خوبه براتون بچه ها نشون بدم این اگه شما باشین خب حالا یه ذره چشم چارش هم قشنگی کنید این شما این که شادی شما یه سری ولیو دارین یه سری اینترست دارین یه سری گولز دارین هدف دارین یه سری دریمز دارین یه سری خواسته ها دارین یه سری نیدز دارین یه سری چیزا همه چی خب این شما این به همه اون چیزایی که میخوام من یه سری ورزش هایی دارم یه سری چیزایی میخوام واسه خودم علایقی دارم اهدافی دارم آرزوهایی دارم حالا میتونه لانگ ترم باشه میتونه شورت ترم باشه من من اینم خب من برای اینکه بتونم به این اینام برسم بعد به خودم سوخت بدم و اون سوخته یعنی چی یعنی من توی زندگیم سعی کنم حتی برای یک تایم کوتاهی کار رو انجام بدم که واقعا عاشقشم و اون سوخت بچه ها میشه پشن این میشه سوخت جت شما پشن اشتیاقی که به یه سری چیزا دارین مثلا من عاشق موسیقیم به فرض مهم نیستش که روز بدی داشتم روز خوبی داشتم تا دیر وقت سر کار بودم باید ده دقیقه موسیقی مو بزنم من عاشق کتاب خوندنم اصلا مهم نیست چه تایمی از روزه اون لحظه ای که حالم بده کاری که دوست دارم میکنم کتابی که دوست دارم میخونم و حالم خوب میکنه پس سعی کنین که کارهایی که مشتاقتون میکنه به اینکه به ارزشاتون برسین به خواسته هاتون به اهدافتون برسین رو انجام بدین چرا که از لحاظ ذهنی آمادتون میکنه برای اینکه بهتر بشین دنبال چیزی که دوست دارین بریم تکنیک بعدی بچه ها ام... تغییرات کوچیک هستش small changes بهتون دارم میگم کوچیک یعنی اصلا مهم نیستش که یه گام بزرگ بردارین اون ویدیویی که من راجع به عادت های زندگی گذاشته بودم خیلی ویو خوبی خورد و واقعا میتونم بگم که نکاتی که تو اون ویدیو گفتم تمام کاره بود که من واقعا خواهم یعنی من, اگه من چیزی میام بهتون میگم مطمئن باشه خودم انجامش شدم که میام میگم جوری مثلا مثل اینفلوئنسرایی نیستم که بهشون یه پکیج میدم با یه پول خوب میگم بیا اینا ترویج کن بگو خوبه و اینا مثلا پروموتش بکن بیام بگم آره من اینو استفاده کردم عالی بوده نه واقعا کاری هستش که خود انجام میدم بچه تغییرات کوچیک میتونه تاثیرات بزرگی داشته باشه تو زندگیتون دقیقا بازم این یه جورایی مربوط میشه به همون کامفرت زون که بودم گفتم کار کوچیک انجام بدین تغییرات کوچیک به نظر من از عادت شروع کنین سعی کنین بدی که تو زندگیتون دارید و اینا من یاد دادم چی کارا بکنین برای تغییر عادت هاتون سعی اون عادت آدتهای... بعدی که تو زندگیتون دارین رو سعی کنید کم 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 از بین ببریش با ایجاد کردن عادت های جدید و خوب مثلا همین آب خوردن آب نمیخورم سعی کنم تا... کم 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 روزی دو لیوان سه لیوان چهار لیوان تا اون میزانی که احتیاج دارم واقعا برسم یا میتونه این تغییر تغییر تو تفکرتون باشه آقا من هر روز صبح قب... وقتی که از خواب پا میشم به جایی که برم تو فضای مجازی و یه بار بشه فضای مجازی برای من اگه به درستی یعنی آدم درست رو انتخاب نکنم برای فالو کردن بار منفی بسیار زیادی داره و واقعا انقدر زیاده که اصلا تمام انرژی ممکنه حتی اگه بیش از اندازه وقت بذارم بگیره پس صبح به صبح یه تغییر کوچیک ایجاد کنم بجون که تا پا میشم اینستاگرام رو چک بکنم یا مثلا تیک تاک رو چک بکنم چشممو همونجا که تو تخت خواب هستم رو ببندم یه چند تا نفس عمیق بکشم امروز خوبی خواهم داشت امروز خدا شکرت برای اینکه یه روز دیگه هم دارم زندگی میکنم خدا شکرت برای اینکه امروز هم میبینم میشنوم میتونم راه برم مادر پدرم سلامت هستن کسی که دوستشون دارم هم هستن یه سقف بالا سرمه تمام چیزی که براشون شوک گذار هستین رو به زبون بیارین خواهش میکنم به زبون بیارین چون میگم بار داره و پاشین بریم هنوز به گوشیتون دست نزنیم مسواک بزنیم بیاین صبونه بخورین حالا بریم سراغ گوشیتون این یه تغییر کوچیکه یه تغییر کوچیک دیگه ای مثلا به جای اینکه از صبح تا شب پشت میز بشینم مثلا همینجوری چیک چیک تایپ بکنم با همکارام حرف بزنم هر یه رو پاشم وایسم یه ذره کشش بدم یه ذره اینوریشم اونوریشم که دو روز دیگه اینجوری قوز نکنم قوزی نشم گوزی. گوزی نشم یا پوسچرم به هم نخوره پوسچر پاسترم به هم نخوره من این فارسی انگلیسیش بکنیم به هم نخوره تقرات کوچیک روزی به خودم قول بدم هزار قدم را برم اگه بیرون نمیتونم را برم رو ترد میل را برم تو ترد هم نمیتونم تو خونه کار میکنم و با من باشگاه ندارم تو خونه آقا بهونه نیار هر پنج... هر 15 دقیقه که کار کردی پاشو دور تا دور خونت سه دور را برو آقا به اندازه کافی داری قدم های روزانت رو میگیری تغییرات کوچیک پس میتونه از ماینست باشه میتونه هابیتاتون باشه، عادتاتون باشه، میتونه لایف استایلتون باشه، میتونه تغییرات فیزیکیتون باشه. آقا من صبح صبح خونه میخوام برم بیرون، همجوری اخاب میرم، اخاب پا میشم همونو میرم بیرون. آقا یه ذره دستی به موهات بکش، یه ذره وقت بذار، چهار تا لباس درست، لباسم بوی خوب بده، خودم بوی خوب بدم، پوستم شفاف باشه، به خودم برسم، حال خودم رو خوب میکنه، حال بقیه‌رم دیدن یه آدم دیدی مثلا یه آدم تمیز وای خدای تو چقدر خوب. هر و تمیز اصلا احساس میکنم مثلا انرژی داری به هم میدی خب پس تغییرات کوچیک میتونه باشه با تغییرات کوچیک سعی کنی حال خودتون و حال روانیتون رو بهتر بکنین بازم میگم این چیزا شاید تو گفته فکر کنم که چیزی نداره ولی واقعا تو زندگیتون تاثیر میذاره یه تغییر دیگه که میخوام واقعا بهتون بگم یک دوست بگم اینه که بچا سعی کنید سالم غذا بخورین بچا سالم غذا خوردن من میدونم همه من خودم عاشق فست فود و و که میمیرم براش الان جوونم دو روز دیگه پیر بشم همه اونا میشه مرض و درد خواهش میکنم درست غذا بخورم و خواهش میکنم اکتیو باشین ورزش بکنین حتی شده پیاده روی ساده از سی سالگی به بعد بچه بدن بدنتون شما کردن تحلیل رفتن و اگه شما غذای درست درست نخورین به بدنتون ندین و ورزش نکنین 40 50 سالگی که برسین دیگه سری تا یه زمین بخورین میشکنه تا یه نفر هم کبود میشم آی نمیدونم پوکی استخوان گرفتم پس خیلی به خورده و خوراکتون و ورزشتون توجه بکنید بریم سراغ بچا تکنیک ششممون بچا تکنیک ششم اینه که شکست ها رو به عنوان صد راه هم نبینن و شکست ها رو به عنوان یک پله ای برای پیشرفت ببینم. باز هم میگم تو صحبت اینجور صحبت های انگیزشی میشه اوی بابا شعار ولی اگه ده تا اینترویو رفتی هر ده تا شو ریجک شدی نگو من دیگه تو زندگیم کار پیدا نمیکنم نه من به تو قول میدم توی اون ده تا اینترویو حداقل یه چیزی بوده که یاد گرفتی حد اقل یک چیزی یاد گرفتی یک چی شده یه واژه جدید یه سوالی که تا حالا ازت نپرسیده شده بود و امکان نداره توی یک شکست یه درس نگرفته باشی ازتون که میخوام ازتون میخوام این کار بکنید اگه به دنبال یک هدفی هستین مثلا دارم آیلتس میخوام بخونم و دارم واسه آیلتس میخونم چند تا ماک تست دادم و اون نمره هایی که نخواستم و میخواستم و نگرفتم چیکار میکنم میام بعد از هر شکست مینویسم درس هایی که از این شکستم گرفتم و شروع میکنید بچه بنویسید خب لیست بکنین آقا من توی این ماک تست متوجه شدم که لیسنینگم یکی از نقاط ضعفمه متوجه شدم که ریدینگم هم نقطه قوت همه متوجه شدم تو سپیکینگ پاز زیاد دارم متوجه شدم که دایره لغات هم ضعیفه و الان میخوام وقت بذارم با توجه به این لیستی که مشخص کردم اون چیزی که نقطه ضعفمه و اون چیزی که نقطه قوتمه رو خب روش تمرکز کمتری میذارم نقطه ضعفمو تمرکز بیشتر میذارم و تقویت میکنم و بار دیگه ماک تست بدین اگر از درس های شکست قبلی واقعا استفاده کرده باشین و تمرین کرده باشین برای بهتر شدن آزمون بعدیتون حتی اگه با شکست دوباره موافق مواجه بشه نسبت به شکست قبلی درصد شکستتون کمتر بوده یعنی به نسبت شکست قبلی پیشرفت داشتین درسته که بازم شکست خوردی و مثلا هفت و نیمو نگرفتی ولی این سری تونستم لیسنینگ و مثلا نیم پوینت بیارم بالاتر این سری سر آزمون لیسنینگ استرس هم کمتر بوده اوکی؟ پس لطفا شکستاتونو رو به عنوان صد و مانع راهتون نبینیم به عنوان پله ببینیم برای بهتر شدن بنده در زندگیش تعال مست 6 سالی که تو کانادا بودم بسیار تا دلتون بخواد که خیلی هاتون هم مطمئنم ویدیو هاشو دیدین لیاف شدم هر سال خونه عوض کردم تو اوج نیا... یعنی تو زمانی که اسمم داشت واسه اقامت در میومد دوباره لیاف شدم بیکار شدم یعنی من یه ماه کار لازم داشتم برای اینکه اسمم از تو پول در بیاد و مثلا بتونم برای پیارم اقدام بکنم نمیدونید ولی به خدا به باورتون نمیشه به جون عزیزترین ترین کسم قسم که بار دوم که من لیاف شدم زنی زنی مارم بودم که خب چه خبر اینا چی من لیاف شدم دیگه مارم چی که یعنی چی گفتم من لیاف شدم و اصلا اینجوری بودم که خب الان من یه بار لیاف شدم الان که دوباره لیاف شدم و با یه با شکست زندگی مواجه شدم حداقل از تجربه قبلی یه چیزایی دارم و میتونم الان ازشون استفاده کنم این سری با اینکه بار دومم بود ولی بیشتر طول کشید تا تو کار پیدا کنم ولی باورتون نمیشه بچه کاری که پیدا کردم خیلی بهتر از کار قبلیم بود و من همیشه به دوست دارم که لیاف شد بهش گفتم که ببین من به تو قرب می نویسم که کار بعدی خیلی کار بهتری خواهد بود پس شکست به منی تمام نیست اتمام تمام شد دیگه من ریجک شدم نمیشه به هر دری میتونیم بزنین به خصوص مهاجرا به اون چیزی که میخواین برسین و بچه ها آخرین نکته و مهمترین در لحظه حال زندگی کنین من اینو میدونم من خودم یه جوونی هم که هزاران هزار برنامه دارم واسه زندگی و هنوز پیش خودم میگم وای سی و تم که تموم شد یه ماه دیگه دقیقا وارد سی و دو سال میشی هنوز به اون چیزایی که میخوای نرسیدی خواسته های آدم میتونه بکنه و خواهش کنم به خواسته هم, دی هم دیگه احترام بذارین اگر یکی دوست داره ازدواج کنه دوست داره ازدواج کنه دوست داره شه به من ربطی نداره شاید دلیل نمیشه چون من دوست ندارم ازدواج بکنم و ها 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 اونو مسخرش کنم وای تم دنبال شوهری دوست داره زندگیشه دوست داره ازدواج بکنه من دوست ندارم ازدواج کنم من دوست دارم یه ماشین بهتر بخرم یه خونه بزرگتر بخرم یه کار بهتر پیدا کنم مثلا هدفم اینه که ماهی سالی حداقل 250 هزار دلار درآمدم باشه این هدف منه و من برای هدفم میجنگم اون هدفش چیز دیگه برای هدفش هم داره سعی میکنه پس ما آدمی و همونطوری گفتم کور یا ارزش‌های مختلفی داریم به دلیل اینکه ارزش اون موفق فرق میکنه دلیل این مناسبی نیستش که من به اون آدم میکنم و مسخرش بکنم اوکی؟ پس در لحظه زندگی کنیم و میدونم که همه آرزوهایی واسه آیندهمون داریم و همیشه نگران آینده ای ولی الانو بچسب الانو بچسب الان تو سعی کنی درست کنی با همون شش تا تکنیک قبلی که بهتون گفتم مطمئن باش آینده بهتری هم خواهی داشت اگه من الان حواسم به خودم باشه به سلامتیم به چیزایی که یاد میگیرم به اشتیاقام به عزیزانم به اون دایره امنیت و راحتیم باشه که ازش بیام بیرون پیشرفت بکنم مطمئنا آینده خوبی خواهم داشت و به اون چیزایی هم که میخوام میرسم گذشته تموم شده تو گذشته خیلی اشتباه کردم من خیلی کار کردم که شاید الان میگم واقعا جخته تو چه فکری میکردی این کار رو کردی مثلا چرا واقعا این کار کردی به من نمیتونم گذشته رو عوض کنم اصلا نمیتونم گذشته رو عوض کنم ولی با آگاهان رفتار کردنم و با آگاهان زندگی کردن پریزنت تایمم میتونم آیندم رو عوض کنم این از اون هفته تکنیکی که میخواستم بهتون بگم بچه یک هفته دو هفته سه هفته یک ماه این کارا انجام بدین یادتون باشه توی نوت گوشیتون بنویسین سعی کنین یک کوچولو خیلی ریز و سوسکی همه این هفته کار رو هر روز انجام بدین و من بهتون قول میدم که زندگیتون خیلی بهتر حتی... یعنی کمترینش اینه که انرژی زندگیتون بهتر میشه برسیم دیگه بگذاریم از اون حالتهای خیلی معنوی ترش که اصلا ممکنه درای جدید تو زندگیتون باز اتفاقات جدید تو زندگیتون بیفته شما شروع بکنین و اینا همین کم کم اتفاق میفته اگر شما به این چیز علاقه دارین مثل من دوست دارم برام کتابایی که تا الان خوندین یا ویدیوهایی که تا الان دیدین یا کاری که کردین و تو زندگیتون تونسته از شرایط خیلی بد به شرایط خیلی خوب تغییرتون بده یه بیماری داشتین باش کنار اومدین یک شرایط بدی داشت نازش بمن حتما برام کامل زمش من عاشق این مباحث هستم و دوست دارم که این چیزا رو با شما به اشتراک بذارم چرا که دوست دارم حال شما هم به عنوان یک آدمی که آقا من تو این دنیا دارم زندگی میکنم حالم خوب باشه که بتونم حال خوب بکنم تا آخر این ویدیو همراه من هم بودین مرسی از اون کسایی که تا آخر این ویدیو بودن و دیدن و از این صحبت ها استفاده میخوام بکنن بسیار خوشحال میشم که این ویدیو رو لایکش بکنین با دوستان خودتون به اشتراک بذارین تا یک ویدیو دیگه دوستتون دارم و خدا نگهدار